سلام به بینندگان عزیز و دوست داشتنی کانال کلونومی، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو غذاهایی که به عضله سازی بدن ما کمک میکنن رو بهتون معرفی میکنیم. شماره 1، ماهی سالمون. این ماهی سرشار از پروتئین های با کیفیت و چربی های امگا 3 هستش. سالمون در از بین بردن التهابات مزمن نقش داره که اکثر افرادی که در وضعیت سلامتی نامناسبی هستن رو آزار میده. چربی های امگا 3 با منشأ حیوانی در عضله سازی موثره. علاوه بر چربی های مفید و پروتئین، سالمون حاوی لوسینه. 100 گرم سالمون حدود 1.6 گرم لوسین داره. خیلی سخته 8 گرم لوسینی که روزانه به اون نیاز دارید از ماهی سالمون به دست بیارید، اما مطمئنا این نوع ماهی از غذاهای دیگه بیشتر حاوی لوسینه. شماره 2، آووکادو. آووکادو سرشار از پتاسیمه که برای تنظیم تعادل آب بدن و جبران آسیب‌هایی که بعد از فعالیت جسمی شدید به بدن وارد میشه مفیده و همچنین چربی‌های سالم اشباع نشده تک پیوندی داره که بدن اونها رو به راحتی برای کسب انرژی می‌سوزونه. درست مثل روغن زیتون، چربی آووکادو میتونه در مدیریت وزن مؤثر باشه. مطالعه نشون داده که خوردن نیمی از آووکادوی تازه به همراه نهار احساس سیری بیشتری به فرد میده و در نتیجه باعث میشه کمتر تمایل به مصرف میان وعده های ناسالم داشته باشه. چربی موجود در آووکادو همچنین کمک میکنه که بدن شما ویتامین های محلول در چربی که در غذاهای دیگه وجود داره را جذب کنه. مطالعات نشون داده مصرف یک آووکادوی تازه به همراه سس گوجه یا هویج خام باعث جذب کاروتنوئید و تبدیل اون به ویتامین آ میشه. آووکادو همچنین 20 ماده مغذی دیگه داره که از جمله میشه به ویتامین B و E و فولیک اسید اشاره کرد. شماره 3، اسفناج. اسفناج سرشار از نیاسین، روی پروتئین، فیبر، ویتامین A، C، E، B6 و K، تیامین، فولاد، کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم، مس و منگنزه. به بیان دیگه این ماده غذایی برای تمامی قسمت‌های بدن شما مفیده. فلانوئید فراوان در اسفناج از اکسید شدن کلسترول جلوگیری میکنه و بدن رو از شر مضرات رادیکال‌های آزاد خلاص میکنه. فولاد موجود در اسفناج به سیستم عروقی بدن کمک میکنه و منیزیم موجود در اون فشار خون رو پایین میاره. به علاوه نشون میده به دلیل نبوده که عضلات ملوان زبل بعد از خوردن اسفناج رشد میکنه. مواد مغذی که در اسفناج وجود داره در اصل به تولید پروتئین و در نتیجه قوی شدن عضلات کمک میکنه. شماره 4، کلم کالی. کالی مواد مغذی بسیاری داره که از جمله میتوان به مقادیر زیادی پروتئین و کلسیم اشاره کرد. یک فنجان کلم کالی 2 گرم پروتئین، 7 گرم کربوهیدرات و 1 گرم فیبر داره. کالی هم مثل گوشت تمامی 9 اسید آمینه لازم برای ساخت پروتئین که برای بدن لازمه رو داره، به علاوه 9 اسید آمینه غیر ضروری دیگه در خودش را داده. ویتامین هایی که یک فنجان کلم کالی در اختیار شما قرار میده به اندازه یک هفته ارزش غذایی دیگر غذاهاست. شماره 5، بروکلی. سولفورافان نوعی ترکیب سولفوره که در بروکلی یافت میشه و به خاطر خواص ضد سرطانی شناخته شده. همچنین جلوی بعضی از آنزیم‌هایی رو که باعث از بین بردن مفاصل میشه رو میگیره. پس بروکلی حتما باید در رژیم غذایی هر فرد وجود داشته باشه. تحقیقات نشون داده که سولفورافان همچنین از عضلات در برابر زیان‌هایی که ممکنه ورزش سنگین روی اونها داشته باشه محافظت میکنه. شماره 6، جوانه ها. جوانه ها منبع غنی از مواد مغذی هستند و به شما کمک میکنه با مصرف حجم کمی از غذا بیشترین مواد مغذی رو به بدن برسونید. اگه به دنبال منابع پروتئین با کیفیت میگردید، قطعا باید جوانه ها رو مصرف کنید. مواد مغذی این منابع انرژی کوچک 30 برابر بیشتر از سبزیجات ارگانیکیه که در خونه پرورش میدید. اونها فراهمی زیستی اکثر مواد مغذی رو افزایش میدن. تعدادی از معروفترین اونها جوانه ماش، لوبیا، جوانه گندم، نخودها، جوانه بروکلی و عدس و تخمه آفتابگردونه. شماره 7، خانواده توت‌ها. انواع مختلف توت‌ها شامل مقادیر زیادی فیتوکمیکال‌هایی هستند که سیستم ایمنی بدن رو تقویت می‌کنند و از قلب هم محافظت می‌کنند. برای داشتن دسرهای شیرین انواع توت‌ها گزینه خوبی هستند، زیرا در مقایسه با دیگر میوه‌ها فیبر بیشتر و قند کمتری دارند و همین باعث میشه تعادل میزان انسولین در بدن از بین نره. به طور خاص زغالخته آبی یا همون بلوبری فواید بیشماری داره. این میوه بر پروفایل لیپیدی شما تأثیر مثبتی میذاره و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش میده و به دلیل اینکه سرشار از آنتی اکسیدانه بهترین میوه برای جلوگیری از پیری به حساب میاد. شماره 8، موز.
موز سرشار از گلوکوز و قندهای قابل هضمه. بنابراین اگه شما از مقاومت به انسولین رنج میبرید یا اضافه وزن دارید، بهتر از مصرف موز اجتناب کنید. به جز در مواردی که ذکر شد، مصرف موز به دلیل دارا بودن پتاسیم قبل و بعد از ورزش بسیار مفیده. هر موز حاوی 467 میلی گرم پتاسیم که در کنترل ضربان قلب و فشار خون بسیار مفیده. شماره 9 هندوانه. ثابت شده هندوانه به دلیل غنی بودن از آنتوسیانین پروفایل لیپیدی رو بهبود میبخشه و از تجمع چربی جلوگیری میکنه. این ماده غذایی خوشمزه باعث میشه آب از دست رفته بدن جبران بشه و بعد از انجام حرکات ورزشی دشوار دردهای عضلانی رو کاهش میده. میتونید آب هندونه رو در بطری بریزید و حین وقت‌های استراحت در هنگام ورزش اون رو بنوشید. فراموش نکنید که هندوانه اگر به همراه بعضی از غذاها میل بشه، به راحتی هضم نمیشه. پس بهتره برای احتیاط تا 30 دقیقه قبل و بعد از مصرف هندوانه غذای دیگه میل نکنید. شماره 10 گریپ فروت. همیشه قبل از تمرین گریپ فروت میل کنید، چون به آب رسانی بدن کمک میکنه، زیرا 90% از حجم گریپ فروت از آب تشکیل شده. گریپ فروت صورتی همچنین منبع خوبی از ویتامین آ و سی، فیبروپتاسیم. این میوه 53% از نیاز روزانه به ویتامین آ و 120% از نیاز روزانه به ویتامین سی رو برطرف میکنه. گریپ فروت قرمز در مقایسه با گریپ فروت صورتی مقدار بیشتری فلانوئید و آنتوسیانین داره. این میوه شامل لیکوپنه که به پایین اومدن تریگلیسیرید کمک میکنه و از یانهای رادیکالهای آزاد جلوگیری میکنه و از پوست در برابر اشعه مضر خورشید محافظت میکنه. توصیه میشه که گریپ فروت به مقدار متعادل مصرف بشه، زیرا فروکتوز اون در بلند مدت میتونه برای سلامتی مضر باشه. همچنین گریپ فروت میتونه با برخی از داروها تداخل ایجاد کنه. شماره 11 پاپایا. پاپایا و دیگر میوه‌هایی که سرشار از ویتامین سی هستن بعد از یک ورزش سخت به پایین اومدن میزان کورتیزول کمک میکنه. پاپایا این نرسیده نیست فوایدی داره. در حالت نرسیده پاپایا مقادیر بیشتری نشسته مقاوم در برابر هضم داره که برای سلامت معده و روده بسیار مهمه. این موضوع در مورد موز و انبه نرسیده هم صدق میکنه. نشسته مقاوم در این میوه ها که به سختی قابل هضم باعث افزایش قند خون نیز نمیشه. پاپایا هم به صورت رسیده و هم نرسیده و به رنگ سبز سرشار از آنتی اکسیدان فیبرو پاپینه. پاپین آنزیمیه که به هضم پروتئین کمک میکنه و مانع از بروز التهاب میشه. پاپایه سبز مقادیر بیشتری پاپین و پتاسیم داره. 12 آجیل. منیزیم در رشد و تقویت عضلات نقش مهمی داره و آجیل ها منابع غنی از منیزیم هستن. به عنوان مثال گردو و فندق سرشار از چربی های مفید هستن و میزان کربوهیدرات در اونها کمتر از بقیه مغز هاست. همچنین فندق در میان تمامی مغز ها بیشترین میزان چربی و کمترین پروتئین و کربوهیدرات رو داره. 13 گوشت گاوه محلی که تغذیه شده با علفه. گوشت گوساله‌هایی که به خوبی تغذیه شدن منابع فوق‌العاده پروتئین، چربی‌های سالم و مواد مغذی هستند. گوشت گوساله‌هایی که با علف تغذیه شدن سرشار از اسیدامینی به نام گلوتامین ال هستند که به عضلات کمک می‌کنند و در این حال از تجزیه عضلات جلوگیری می‌کنند. همچنین گوشت گوساله منبع فوق‌العاده‌ای از اسید لینولئیک یا CLA هستش که خواص ضد التهابی بالایی داره. فقط بهتر همیشه مراقب مقدار پروتئین مصرفی خودتون باشید. خیلی از مردم 3 تا 5 برابر بیشتر از میزان توصیه شده در روز پروتئین مصرف می‌کنند. برای خیلی از افراد بهترین میزان مصرف پروتئین حدود 40 تا 70 گرم در روز. 14 قارچ. قارچ منبع طبیعی ویتامین دیه که در کارایی عضلات نقش مهمی داره. ضعف عضلانی یکی از علائم ابتدایی کمبود ویتامین دیه. به علاوه قارچ خواص مهم دیگه ای داره، از جمله می توانیم به بهبود کارایی سیستم ایمنی اشاره کنیم. البته فراموش نکنید که بهتر قارچ مصرف کنید که به صورت ارگانیک مصرف و رشد شده باشه، چون هر چیزی که در اون رشد میکنه رو به خودش جذب میکنه و اگه در شرایط خوبی رشد نکرده باشه سرشار از فلزات سنگین و آلاینده ها هستش. 15 روغن زیتون. با اینکه خیلی از افراد توصیه میکنیم که غذاها رو با روغن زیتون سرخ کنید، اما این پیشنهاد خوبی نیست، زیرا دمای بالا باعث اکسیده شدن روغن زیتون و فاسد شدنش میشه. روغن زیتون شامل چربی غیر اشباعه که ثابت شده باعث افزایش سراتین میشه. سراتین هورمونیه که به احساس سیری مربوطه. بعد از مصرف روغن زیتون احساس سیری بیشتری میکنید و این باعث میشه میان وعده های پرکالری مصرف نکنید. با این حال به خاطر داشته باشید که روغن زیتون تقلبی در بازار زیاده و چیزی که به عنوان روغن زیتون با خلوص بالا به فروش میرسه اغلب با روغن های ارزانتری مثل روغن ذرت، سویا یا آفتابگردان و غیره مخلوط میشه. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیوی بعدی. شب و روزتون خوش.
و خوشحال میشم که کامنتاتونم با ما در اشتراک بذارید.